جلسه 13 هستیم از 1000 جمله ضروری حیاتی اساسی انگلیسی که در زندگی روزمره استفاده میشن توسط نیتیو ها. درس های قبل رو در کانال یوتیوب انگلیسی مثل آب خوردن براتون به صورت لایو استریم گذاشتیم، میتونید مراجعه کنید، از اونها استفاده کنید، در کلاس شرکت کنید، رفع اشکال کنید. با بچه هایی که در کلاس لطف کردن، تشریف آوردن، امیدوارم شما بتونید از کلاس ها استفاده بکنید، رفع اشکال بکنید، اشکالات تلفظیتون رو، همونطور که بچه ها شرکت میکنن، و یادگیری طبیعی انگلیسی همینطوریه. شما باید یک مربی داشته باشید هر زبانی. بچه ها یک کوت بخونیم. کوت یعنی گفته. اوکی؟ کوت امروزمون اول من آروم میخونم، بعد با هم تکرارش میکنیم و شما اگر سوال داشتید میتونید بپرسید. You see، تو میبینی، a person، یک فرد، آپاستروفی اس برای بیان مالکیته. True character، character یعنی همون کاراکتر یا شخصیت. True، واقعی، حقیقی. آپاستروفی اس داره مالکیت یه چیزی رو به نسبت یک انسان میسنجه اینجا و بیان میکنه. A person's true character، character واقعی یک فرد رو. You see a person's true character، شخصیت واقعی یک فرد رو میبینی. When، وقتی که، you are، شما هستی، no longer، دیگر بیش از اون، beneficial. Beneficial، benefit یعنی مزایا، سود. Beneficial یعنی سودآور، منفعت آور. To their life، beneficial to something، beneficial to something یعنی برای چیزی مفید بودن. شخصیت واقعی هر فرد رو وقتی ببینی که دیگه تو زندگیش منفعتی نداشته باشی. آروم با هم یه بار میخونی، میکروفوناتون قد با من شادو کنید. با هم شادو چیکار میکنیم؟ هر چیزی که من میگم آروم پشت سر من تکرار میکنی، همزمان با من میای. یک، دو، سه. You see a person's true character when you are no longer beneficial to their life. یه بار دیگه میگم، یک کم روونترش میکنم. بچه ها میکروفوناتون قطع باشه وقتی من صحبت میکنم. یک، دو، سه. You see a person's true character when you are no longer beneficial to their life. خب نیلوفر بخون. You see a person's true character when you are no longer beneficial to their life. There، لازم نیست بگی there، there راحت تر کن. W تو رو هم دقت کنید. Where، الناز بگو. When you see a person's true character when you are no longer beneficial to their life. بسیار عالی، خیلی هم خوب. بریم درسمون ادامه بدیم. بچه ها تا 400، تا جمله 400 کار کردیم تو درس‌های گذشته و از 401 ادامه خواهیم داد و در این درس باز هم جملات جدیدی رو یاد خواهیم گرفت، همراه با شما جانان که در کلاس تشریف دارید و بچه‌هایی که بعداً میان از این درس استفاده بکنن. امیدواریم که این تلاش ما باعث بشه که بتونن دیگران که از این ویدیو استفاده میکنن و از این لایو استفاده میکنن بتونن بهره ببرن و خوب یاد بگیرن. How رو قبلا تلفظش رو گفته بودیم. How old are you؟ چند سالته؟ یه سوال عمومیه. معمولا کسی که خیلی باش رسمیه نمیتونید بپرسید. کسی که یکم راحت تر شدید باش، دوست شدید، همکار محل کارتون، مثلا تو کانادا، امریکا، اروپا، هر جا رفتی یکم باش راحت تر شدید میتونید بپرسید سنت چقدر. البته خانوما که سنشون رو نه، ممنوعه، یا اگرم بپرسید سیکرته، نمیگن بهت. مثلا من خودم 22 سالم، الان سالهاست من 22 موندم، در جا میزنم، نمیدونم چرا اینجوریه، این انرژی همینه. How old are you؟ تلفظ how، بچه how، about، how. How old are you؟ How old are you؟ مثلا من الان از شایان میپرسم How old are you شایان؟ جواب بده. شین از شما سخت. اوکی، شایان is 12 years old. وقتی که میخواید سنتون رو بگید I am یا I'm مثلا 22 years old. من خودم رو دارم میگم. مثلا الان ابوالفضل از من میپرسه چند سال داری؟ بپرس ابوالفضل از من How old are you؟ آفرین. How، آفرین. How old are you؟ I'm 22 years old.
I am 22 years old. نیلوفر بپرس از من. How old are you? I'm 22 years old. یا میتونی همون بگی 22. اما کاملش اینه که I'm 22 years old. Years هم برای این جمع میشه که تو انگلیسی هر چیزی که جمع باشه تعداد باشه اس جمع رو باید داشته باشه. خب شهر بانو بپرسه. How old are you? I'm young enough. به اندازه کافی جوونم. How old are you? Melarin بپرس عزیز دلم. Yes. Melarin بپرس. How old are you? یه بار دیگه قشنگ. How old are you? I am old enough. من به اندازه کافی مسن هستم. I'm young enough. به اندازه کافی جوونم. I'm old enough. I'm young enough to learn a new language. به اندازه کافی جوونم که یه زبان جدید یاد بگیرم. And I'm old enough to teach you how to. و به اندازه کافی سن و سال دارم که بهت یاد بدم چطوری. اوکی؟ خب ساقی دشتیان بگو how old are you? How old are you? I'm too young. بیش از حد جوونم. اوکی؟ How old are you? فکر میکنم نکته هاشو دیگه گفتم براتون. چیز خاصی دیگه نداره. تلفظ how old یعنی تیر در واقع و همچنین سن و سال. How old یعنی چقدر سن و سال are you هستی؟ معنی لغویش. و کلن how old are you یعنی چند سالته. تلفظ درستش همه تون شنیدید قبلا ولی تلفظ درستش خیلی مهمه. How old are you? چند تا مثال هم براتون زدم. یه سوال. جانم بفرم. معذرت میخوام قضیتون کردم. در جواب گفتین که I'm young enough for or to. نه نه اونا یه چیزای دیگه بود. در جواب. اگه میخواین جواب بدید الان مثلا شما 16 سالتونه. آلبالوگیلاس که برسه الان رسیده دیگه. میشه 16 سالتون امسال. خب؟ الان شما میگید I'm 16 years old. اوکی؟ اوکی؟ بله بله. اوکی بسیار. I'm اون عددی که هستید years old. الان شما که دارید میبینید این ویدیو رو در لایف میتونید اعلام بکنید یا در قسمت کامنت بگید چند سالتونه. How old are you? بینو میبینید. I am اون عددی که هستید years old. انقدر. Okay. How was your weekend? Weekend یعنی آخر هفته. Weekend. How was? چطور بود? How is? یعنی چطور هفته آخر هفته مثلا how is your weekend کی میپرسیم how is یعنی شما داخل آخر هفته هستی مثلا امروز شنبه یک شنبه است آخر هفته است رفتی کاتج رفتی بیرون شهر خوش میگذره من طرفو ببینی میخوای بهش بگی خوش میگذره آخر هفته دیگه how is your weekend آخر هفته چطور میگذره ولی وقتی که رفتی آخر هفته تموم شده خوش گذروندی باربیکیو رو زدی حالا رفتی سر کار از همکارت مثلا میپرسی از دوستت میپرسی از بچت میپرسی هر کی how was چطور بود was یعنی بود is یعنی است چیزی به اسم هست نداریم ما how is نمیشه چطور هست هست یعنی exist وجود داره هر کس تو فارسی هست به کار میبره نشون میده که فارسی رو خوب بلد نیست یا فارسی زبان مادریش نیست این تحقیق کردیم روی این قضیه هر کسی که اکثر کسایی که به جای است یا ه کسره تو فارسی استفاده میکنن و هست میمیسن مثلا میمیسه او کلاس شما چطور هست اکثرشون کسایی که زبان فارسی زبان مادریشون نبوده حالا جالب بود این موضوع How was یعنی چطور بود How is یعنی چطوره How was your weekend آخر هفته چطور بود سلاله بپرس ازم نسرین بعدش بپرس How was your weekend It was good It was good How was your weekend It was really amazing. Ali Mirzai, begu. How was your weekend? It was so-so. Okay? Okay. هر چیزی میتونی جواب بدی. میتونی کافی رو بگی. Good. بریم بعدی. Hurry up. Hurry up. سریع وقتی اسم تو خوندم جواب بده. Hurry up. Hurry. Hurry up نیست. Hurry. Hurry. نسرین پول قرآن حسین بگو بعد الی بگو بعد نرگس بگو Hurry up آفرین Hurry up آفرین Hurry up سید بگو سید قدیر
How was your weekend? اون یه چیز دیگه سلام. Hurry up. یه بار دیگه بگو عزیزه. Hurry up. آفرین. شهناز، ساقی، شیرین، اکرم. Hurry up. Hurry up. Hurry up. بچه تلفظ آرتون هم خیلی خوبه. آفرین. Hurry up. Hurry up. آفرین. ملرین بگو. Hurry up. Perfect. معلومه دیگه عجله کن. کاربردش هم معلومه. عجله کن. کاری که می‌خوایم انجام بدیم عجله کن. I admire you. I admire you. بچه آی بعدش میچسبه به ا. I admire you. محمد قاری، سلاله ناهید پری. I admire you. Okay. I admire you. Admire نه. I admire you. I admire you. I admire you. نیست دیگه قربونتون برم. I admire you. Okay. شیرین Okay. I admire you. الهام بگو. I admire you. Okay. الهام کلاسی؟ الناز ببخشید. I admire you. Perfect. خب من تحسینت میکنم. این کاری که کردی کار خیلی خوبی بود. کار خیری بود. کار ثوابی بود. I admire you. خیلی کم استفاده. تو فارسی شاید کمتر استفاده بشه. ولی I admire you. تو انگلیسی بسیار کاربرد داره. I admire you. یا I admire your job. I admire your effort. من کارتو تحسین میکنم. Okay? I admire you. I admire you. I agree. I disagree. من مخالفم. I agree. من موافقم. بچه ها قبلا هم گفتیم I am agree اشتباهه. I agree. نسرین پرغلام حسین دستتو بیار پایین گفتی دیگه. شهناز، شایان، ملرین، ساقی دشتیان، اکرم، شهربانو، علی میرزایی. پشت سر هم بگی. I agree. آفرین. I agree. ملرین، فرخونده، ابوالفضل، پری، نیلوفر، شیرین، مینا. I agree. رتون هنوز ایرانی میگین. بعد اینو درست کنین. برای خودتون درست کنین، اصلاحش کنین. I agree. اوکی. بچه وقتی گفتین میکروفونتون قطع. ببخشید من انقدر صداها رو در هم میشنوم و صداها پخش میشه مجبورم برم چون اعصابم خراب شد الان. میل خودتونه. یه روبه نمیدونم میکروفونا بازه یا چی، هر چیزی همه تکرار میکنن، من فقط نویز دارم میشنوم. خب من گفتم دیگه و این همکاری خودتون رو میطلبه، ولی اصراری نداریم. میتونید تشریف ببرید اگر مایل نیستید. اصراری نداریم که تشریف داشته باشید. هر کی بخواد میتونه تشریف ببره. I agree. Okay. اینم که گفتیم. I am at home. روانترش میشه I'm at home. بچه لطفاً واقعا درست میگه افرا. واقعا آزاردهنده است. لطفاً وقتایی که صحبت نمی کنید میکروفونتون رو بلا فاصله قطع کنید. خواهش میکنم ازت. چون باید حقوق همدیگر رو رعایت کنیم دیگه. چون من واقعا کنترل این همه آدم خیلی سخته. من دونه دونه مثلا بیام، هرچند مثلا بعضی وقتا کمک میگیرم که بچه ها بیان چک بکنن. الان هم این کار انجام میدم. الان بذارید الناز رو بکنم کمکم. الناز اینجایی؟
بله هستم. اوکی اجازه بدید من الان الناز رو خود شما افرا میتونی زحمت بکشی هر کی میکروفونش روشن بود قطع بکنی؟ بفرم هر کی میکروفونش روشن بود میتونی قطع کنی. بله من اساین کردم بهتون. لطف میکنید البته. I'm at home. الان بهتر شد. اوکی. الان که بچه ها لطف کردن قطع کردن. I'm at home. کجایی؟ بیرونی؟ I'm out. I'm out. بیرونم. یا من خونم. I'm at home. وقتی میخوای بگی من بیرونم همونطور که تو فارسی نمیگی من در بیرونم میگیم بیرونم. I'm out. بیرونم. تو انگلیسی هم وقتی میخوایم بگیم در خونم درسته تو فارسی میگیم خونم ولی در واقع یه دری داشته حذف شده. من در خانه ام. میشه I'm at home. من در خانه ام. اوکی؟ شهر بانو، علی میرزایی، شیرین، سهیلا، سلاله، محمد قاری میکروفون باز بگو قطع کن بعدش. I'm at home. آفرین. I'm at home. آفرین. I'm at home. آفرین. I'm at home. Okay. Where are you? I'm at home. سوالش هم اینه. Where are you? I'm at home. I'm at home. بچسبه به همیشه I'm at home. I'm at. ببینید M میچسبه به A. A در at. I'm at home. I'm at home. I'm at home. I'm back. I'm back. من رفته بودم. حالا برگشتم. رفته بودم سر کار. Guys, I'm back. یا مثلا الان. افرا میره بعد دوباره برمیگرده. خب الان مثلا یه کاری داره. بعد میره دوباره میاد میگه guys I'm back من برگشتم یا سر کارش کار ریموت داره تو کانادا تو امریکا مرسومه دیگه کار ریموته تو خونه میشینی کار میکنی مثلا برای یه شرکتی تو خودت مثلا تو فلان جایی و کارت یه شهر دیگه است مثلا اختلاف ساعت زمانی هم داری 3 ساعت اونورتر تو بعد باید با چت کردن با طرف صحبت کنی با همکارات میری مثلا از پشت میز برمیگردی I'm back من برگشتم یا میری سر کار از سر کار که میای خونه آقای خونه خانم خونه بچه ها I'm back من برگشتم کاربردش هم براتون گفتم شهر بانو علی میرزایی سید قدیر نرگس در ساقی دشتیان ملارین شهناز I'm back I'm back okay. I'm back I'm back. Okay. I'm back. Back یعنی پشت. پشت سر. خب. ولی در اینجا یعنی I'm back یعنی من برگشتم. I'm back. I'm back. Perfect. بریم بعدی. I'm broke. اینو دوست ندارم ولی خب دوست داشتم که broke رو اینجا یاد بگیریم با هم. Broke گذشته breakه. خب. I'm broke یه اصطلاح یعنی من ورشکستم پول مول ندارم I'm broke من ورشکستم I'm broke I'm broke به هر حال یاد بگیریدش بد نیست چون دوست ندارم کسی این کلمه رو بگه نمیخوامم تکرارش بکنید چون کلا خوب نیست دیگه بار مثبت نداره افرا الان صدا اوکیه پری جان بله الان بهتر شد اوکی. اصلا اگه چیزی شکستم باشه میتونیم بگیم آیم برو؟ نه. آه بگی من شکستمش. نه این ور شکسته است. یعنی این پول ندارم. مثلا شما چی شکستی؟ میخوای بگی چی؟ مثلا من یه ظرفی شکستم. اوکی. منظورتون مثلا یه ظرفی از دستتون افتاده شکستین؟ بله. آها. اون فعل بریک. بریک میشه دیگه. خب. فعل بریک در حالت حال سادهش میشه I break the window for example I break the plate من ظرف رو میشکنم گذشتهش میشه I broke the plate من plate رو شکستم اوکی استاد من سوال داشتم همون شکل دیگه جان broke همون نوشتنش به همون شکلی که منظورتون چیه؟ یعنی همون که شما گفتید این ظرف رو من شکستم همون بروک
broke میشه؟ گذشتش میشه broke، بله. چون فعل بی قاعده است. نمیشه breaked. Broke فعل گذشته، فعل break. Break هم اینجوری نوشته میشه. B-R-E-A-K. Break. هم به معنی استراحت بین کاره. و میگه بچه ها بریم break. خب؟ تو کلاس های دانشگاه ایران زیاد میگن. بریم break. یا یه بریک داشته باشیم، یه استراحت داشته باشیم، که گذشتهش یه معنیش اونه، یه معنیش شکستنه. I don't want to break your heart. نمیخوام قلب تو بشکنم. اوکی؟ بروک هم میشه گذشتهش. اوکی؟ کسی سوالی نداره بچه؟ یکی دیگه سوال داره؟ جانم صداتون نمیاد عزیز، من صداتون رو ندارم. من فقط میخواستم حال ساده همین مثلا سوالی که دوست عزیزمون پرسید، من شکستم، نمیخوام بگم من ظرف رو شکستم، ما باید بگم I break. درست. من میشکنم. نه من میخواستم بگم من شکستم، یعنی من یه چیزی رو انداختم شکستم. شکستم نیست که، حال ساده نیست که، این گذشته ساده است. شما شکستی، تموم شده، میشه I broke. For example, broke. You can say I broke the plate. I broke the bowl. من کاسه رو شکستم، یا من بشقاب رو شکستم. Plate میشه بشقاب، bowl میشه کاسه. Okay, I broke. حالا کلاس گرامر هم خواهیم گذاشت، خیلی درگیر گرامر نکنید خودتونو. خب بریم بعدی. پس این یه اصطلاحه، I'm broke یعنی من ورشکستم. فعل break هم در اینجا حالت اصطلاحی داره که یعنی استاد من سوال داشتم جان، اون موقع صدام نمیاد، days broke به چه معناست؟ days broke آخر کلاس بپرسید بهتره. اوکی؟ چون سوال زیاده، مثلا الان من کلاس خصوصی باشه، الان شما دوست داری بگی این چی میشه انگلیسی، این چی میشه انگلیسی، این چی میشه، بقیه هم شرکت کردن، خب آخر کلاس اگه خواستید بپرس. I'm busy. چرا جواب ندادم؟ Because I'm busy. People are busy. مردم سرشون شلوغه. He is busy. اوی آقا سرش شلوغه. She is busy. اوی خانوم سرش شلوغه. شهربانو is busy. شهربانو سرش شلوغه. شایان is busy. سر شایان شلوغه. Okay. These people are busy. این مردم سرشون شلوغه. Are استفاده میکنیم. I'm busy. من سرم شلوغه. You are busy. شما سرت شلوغه. اینایی که میخونم به ترتیب یکی از این چیزایی که گفتم رو بگن. تنوع بدید. میکروفون روشن. میگی قطع میکنی بعدش. بچه ها اذیت نشن. شهر بانو، ساقی، نسرین، اکرم، مینا، الی، لیلی. I'm busy. بعدی these people are busy. People نه، قربونتون برم. People. These people are busy. خیلی بهتر. نسرین، پور، غلام حسین، اکرم، مینا، لیلی، الی. بگی. He is busy. Okay. They are busy. Okay. My mother is busy. آفرین. We are busy. Are you busy? Okay. My daughter is busy. Okay. بچه الناز و افرا واقعا سرشون شلوغ میشه، خودشون وقت حواسشون نمیتونه باشه به کلاس. لطفا میکروفوناتون رو خودتون قطع کنین که این تفلک ها، چون من میدونم، من بودم با اساتید دانشگاه، کلاس های دانشگاه، به خصوص کلاس هایی که مثلا اینجا درس میخوندم، طرف میدیدی اونور دنیاست، از افریقا وصل شده مثلا کلاس آنلاین، بعد میدیدی میکروفون رو روشن میکنه، مثلا سی صدای عجیب غریبی هم میومد، به همش باید اینا رو قطع کنی، هی بهشون هم میگی آه، ولی حواسشون نیست. لطفا خودتون قطع کنید. ممنونم ازتون. Are you busy? Oh no, not anymore because Elnaz and Afra are helping me. I'm confused. الان به افرا و الناز گفتم بچه شما صدای این بچه هایی که مثلا میت نمی کنن خودتون قطع کنید، میت کنید. بعد افرا به من میگه I'm confused.
confused نگی یا confused. Confused. Confused یعنی سردرگم. یه فعل است یعنی سردرگم بودن. I'm confused. Confused یعنی سردرگم شده. دیگه فعل نیست اینجا. I'm confused. من سردرگمم. I am. من هستم. Confused. من سردرگمم. خب بذار ببینم کی نگفته. مینا صالحی بگه. I'm confused. I'm confused. نسیم گودرزی بگه. I'm confused. سارا زمانی بگه. I'm confused. آفرین. نسرین توسلی بگه. شین بگه. ناهید نبابزاده بگه. سارا زمانی که گفت. پروانه بگه. I'm confused. اوکی. Okay. I'm confused. اوکی. Okay. I'm confused. اوکی. Okay. I'm confused. آفرین. ابوالفضل بگو. I'm confused. I'm confused. الناز بگو. I'm confused. افرا بگو. I'm confused. Of course you are not. Are you kidding me? No. Okay. Yes. I'm full. I'm full. بچه دلیلش اینا همش رو حساب کتاب این جملات رو ما آوردیم اینجا. Full قبلا گفتیم تو جلسات قبل. اگر ندارید جلسات قبل رو یوتیوب برید ببینید. I'm full. Full این شکلیه تلفظش. مثلا میخوای بگی ما پروفسورمون فوله. اولا که پروفسور رو تا اشتباه تلفظ کردی. Professor. و میخوای بگی full یعنی پر. Fool یعنی احمق. F-O-O-L میشه fool یعنی احمق. یه چیز دیگه داریم fall یعنی خطا. مثلا دیدی تو میگن فول کرد تو فوتبال. فول بود. خطا بود. یه چیز دیگه داریم fuel یعنی سوخت. اون چیزی که میریزی تو ماشین. بنزین. Fuel یا سوخت میریزی تو گاز. گس بهش میگن دیگه تو کانادا و امریکا بهش میگن گس به بنزین. اوکی. شهر بانو نسرین مینا بگن I'm full. I'm full. اوکی. I'm full. آفرین. I'm full. آفرین. حالا full یعنی چی؟ یعنی من پرم تا خرخره خوردم. اوکی؟ دیگه جا ندارم. اصطلاحیه باز. I'm full. من دیگه خوردم. آقا غذا میل داری باز برای سفارش بدم؟ Do you need more? No. I'm good. یعنی تغییری نمیخواد تو حال من ایجاد کنی؟ هیچی نمیخوام. هیچ تغییری. I'm full. به اندازه کافی خوردم. نوش جونتون. I'm full. یکی از فرقای اساسی ما ایرانی ها حالا بیشتر خاورمیانه ای کلن با جوامع غربی مثل امریکا و بیشتر اونایی که خیلی قدیمی ترن منظورم مهاجرای جدید نیست بیشترشون عمومیت نداره کسایی که سالم مثلا اینا که میبینی 90 سال 93 4 سال عمر میکنن نیلوفر دیده اینا رو الناز اینا رو دیده مثلا میبینی طرف 94 5 سالشه بعد با دو چرخه میره اینور اونور میاد میدوه صبح کنار رودخونه اینا رو دیدن بچهایی که اینجا تو امریکا و کانادا هستن اینا هیچ وقت غذا رو به اندازه این نمیخورن که کاملا سیر سیر بشن و برنج و نونم خیلی کم میخورن جالبه حالا به هر حال I'm full پس من سیرم دیگه نمیخورم منظورش این که سیرم نه اینکه تا خرخره خوردم نفسم بالا نمیاد یعنی به اندازه که شکمم کلا I'm full خب شهربانو گفت نسرین گفت دستتونم بیارید پایین دیگه میوت میکنی خودتو دستتم بیار پایین لیلی شایان سیمان ملارین سلاله شهناز سید الی مینو I'm full okay I'm full آفرین تصویرتون برای من خیلی کوچیکه گوشی تو باید بزرگ کنی عزیزم یعنی شما چیز نیستین بالا نیستی خودت میتونی تنظیمش کنی من قاعدتا باید بالا باشم خودت میتونی تنظیم الان برای من نیستین خب دیگه رو گوشیت رو گوشیت عزیزم لیلی سیما ملارین سلاله شهناز I'm full اوکی I'm full اوکی
ببخشید من میتونم برم از کلاس الان؟ آره عزیزم، مراقب خودت باش. خدا I'm full. Okay. I'm full. Okay. الان ملرین کار واجب داشت میخواست بره، ولی اگه مثلا داشت خسته میشد میگه I'm getting tired. I'm getting tired. میتونید به جای دابل تی هم تی دابل تی، یعنی در واقع تی امریکن تی بگی. I'm getting یه دی خیلی ضربه ای، زبونت یه دونه آروم میخوره پشت نیش دندونای بالا از اون پشت. Getting بیشتر میخوره به لثه اون بالا. I'm getting tired. یا حتی شما بگی I'm getting tired، هر جای دنیا بری اینو بگی I'm getting tired. چه تو چین بری، چه توی کازابلانکا، چه توی نیویورک، هیچ کس نمیگه شما اشتباه داری میگی. I'm getting tired. چون تلفظ نیوترال و استاندارد آموزشی رو داره رعایت میکنی. I'm getting tired. ملرین چی گفت از کلاس رفت بیرون؟ مثلا کار داشت ولی گفت I'm getting tired. نسرین پورغلام حسین یه ذره دست بیار بالا، بقیه هم بیان. شهناز بگه، نیلوفر بگه، شهربانو بگه، نسیم بگه، حسن بگه. I'm getting tired. Okay. I'm getting tired. Okay. I'm getting tired. Tired. Okay. Tired یعنی خسته. Okay. I'm getting tired. Okay. He's getting tired. Okay. Of course, it was she. آفرین ولی. She's getting tired. He's getting tired. They are getting tired. اونا دارن خسته میشن. I'm getting یعنی من دارم یه چیزی رو به دست میارم. Get فعلش یکی از معانیش یعنی به دست آوردن، حاصل کردن. I'm getting یعنی دارم یه چیزی میشم tired. خسته. خسته چی؟ خسته جسمی. خسته نباشه نوست. صدای منو داری؟ بله. منم لطف میکنی تو کلاس مشارکت بدم. هیچ تا الان هیچ جمله رو تمرین نکردم. بفرمایید. I'm getting tired. بفرمایید. I'm getting tired. الان مرجانه که میوتم میکنه خودشو که من کردم، میگه من دارم از کلاس خسته میشم چون سه اسم منو نمیخونی. خب میخونیم، همه رو میخونیم به نوبت از این به بعد. اگر نسرین پور غلام حسین دستشو بیاره پایین. نسرین جان ببخش. چون نسرین ماشاءالله دستش همش بالاست، یعنی مشتاقه. این خیلی خوبه. I'm getting tired. من دارم خسته جسمی میشم. Tired یعنی خسته بدنی. کسل خسته روحی میشه bored. B-O-R-E-D. I'm getting bored. دارم کلافه میشم. چی میشم؟ کسل میشم. این کلاس به درد نمیخوره مثلا. I'm getting bored. دلیلش چیه؟ دلیل این که نمیخوام. میخوام با یه قرص و شربت زبان یاد بگیرم. جدیدن یه قرص و شربتی اومده میفروشن بعضی ها تو این ایران. یعنی سال هاست میفروشن. یه سری شیاد. میگه یه قرص بده تو 5 جلسه معجزه میکنم. آیلز 10 بگیر. حتی خودش حتی نمیدونه آیلز چیه. هستا دارم میبینم. Okay. I'm getting tired. خسته جسمی دارم میشم. I'm getting bored. یا I'm getting bored. دارم کسل میشم. خسته روحی. کسل میشم. تو فارسی میگیم کسل بهش. I'm hungry. Hungry نیست. Hungry. Hungry یعنی گرسنه. I'm hungry. من گرسنم. I'm not hungry. گرسنه نیستم. I'm thirsty. من تشنم. I'm not thirsty. تشنه نیستم. 4 جمله دارم میگم. هر کدومتون یکیشو میگید. I'm hungry. I'm not hungry. I'm thirsty. TH حالت اول تلفظ TH. اون عزیز دلی که اول کلاس پرسید. TH حالت اولش زبون زیر یا پشت دندون بالا سعی میکنی بگی سه سمیه. میشه thirsty. Thirsty چجوری نوشته میشه؟ THIRSTY. Why? Thirsty یعنی تشنه. I'm thirsty. I'm not thirsty. یه بار دیگه تکرار میکنیم. یه بار دیگه تکرار میکنیم. 4 جمله میگم. هر کسی اسمشو خونه به ترتیب یکیشو میگه. I'm hungry.
I'm not hungry. I'm thirsty. I'm not thirsty. شایان، سید، افسانه، سهیلا، شیرین، اکرم. I'm thirsty. I'm not thirsty. I'm hungry. I'm not hungry. I'm thirsty. I'm not thirsty. Okay. سلاله، مینا، پری، مرجانه، آرشا، شهربانو، سارا، زمانی. I'm hungry. I'm not hungry. I'm thirsty. Okay. I'm not thirsty. آفرین. I'm hungry. Okay. نیلوفر، محمد شریف، علی، شهناز، نسرین توسلی، ناهید نوابزاده. I'm thirsty. I'm not thirsty. Okay. I'm not hungry. Okay. نسرین، پرغلام حسین، لیلی، مونو، فرخنده، سیما، مرجانه. مرجانه. I'm hungry. I'm hungry. I'm not hungry. I'm thirsty. I'm not thirsty. سلاله، سهیلا، سهیلا عدالتی. I'm hungry. مشکلی نیست محمد جان. اوکی. بریم بعدی. I'm not hungry. یه دونه افتادیم جلو. نه جهشی خوندیم. I'm not hungry هم که جمله بعدی بود. ما پیش بینی کردیم. ای عجب از کارهای جان. بریم بعدی. I'm not hungry. من گرسنه نیستم. I'm in a hurry. Hurry گفتیم. یعنی چی بود؟ Hurry up. عجله کن. یک فعل عبارتی بود. I'm in a hurry. من عجله دارم. Hurry up. I'm in a hurry. عجله کن، من عجله دارم. چی میگی؟ به جای این چیزی که اینجا داری میبینی، به جای این چیزی که رو صفحه میبینی، به جای این که بگی I'm in a hurry، میگی hurry up. I'm in a hurry. عجله کن، من عجله دارم. فرخنده، محمد، نبینیان، شایان. I'm hurry. I'm in a hurry. Hurry up. محمد جان میشه میکروفونتو اگر جواب وقتی که صحبت کردی بعد قطع کن میکروفونتو نبینی ای عزیز. بگو عزیز. I'm in a hurry. I'm in a hurry. خب سید، علی، مونو، شهربانو، مرجانه، نسیم، نیلوفر. Hurry up. I'm in a hurry. آفرین سید. Hurry up. I'm in a hurry. آفرین بر شما. Hurry up. I'm in a hurry. آفرین مونو. Hurry up. I'm in a hurry. آرتون رو درست کنید. Hurry up. Hurry up. I'm in a hurry. قبولید شما. فرخنده جان. Hurry up. I'm in a hurry. I'm in a. I'm in a. I'm in a hurry. I'm in a hurry. Okay. Nasty. Hurry up. Okay. Hurry up, I'm in a hurry. I'm in a hurry. نیلوفر، شهناز، سلاله، علی. بفرم. Hurry up, I'm in a hurry. آفرین. Hurry up, I'm in a hurry. آفرین. Hurry up, I'm in a hurry. لیلی، مینا، سهیلا، سیما، ابوالفضل. I'm in a hurry. Hurry up. Hurry up, I'm in a hurry. النان. I'm in a hurry. Okay. Hurry up. I'm in a hurry. آفرین. استاد عجله کن میشه. I'm in a hurry. Hurry up. گفتیم دیگه. Hurry up. عجله کن. I'm in a hurry. من عجله دارم. I'm in a hurry. حالا کجا کاربرد داره؟ مثلا رفتی مثلا میخوای پاکتتو پست کنی نمیگی I'm in a hurry. من عجله دارم. اونجا میشه ها. معمولا وقتی که چطور مثلا میدونید میخوام بگم که رود نباشه طرفی تقاضا داری از یارو بعد وایسی کارتو انجام بده دیگه. اوکی. I'm in a hurry. اوکی. پس نمیتونی بگی من عجله دارم.
یه جاییه که یه اصلا بعد عذرخواهی کنی ازش، مثلا طرف میاد یه چیزی ازت میپرسه ولی شما کیف بونه بارتو جمع کردی داری از سر کار میری، به همکارت میگی sorry I'm in a hurry. Okay, I must fly. یه اصطلاح خیلی بریتانیایی و خیلی قشنگ و پرکاربرد داره. I must fly. من باید پرواز کنم. یعنی خیلی عجله دارم. باید پرواز کنم مثلا به اونجا که میخوام برسم. I'm in a hurry. I must fly. یه عذرخواهی هم که طبیعتاً میکنی. Sorry. I'm in a hurry. من عجله دارم. Hurry up. عجله کن. I'm in a hurry. I'm looking forward to it. چند تا نکته تلفظی داره. I'm looking forward. یعنی به پیش رو نگاه میکنم، یعنی چشم انتظارش هستم، مشتاقانه منتظرشم. تو نامه ها، انتهای نامه ها کاربرد داره قطعا، تو این انتهای ایمیل ها قطعا کاربرد داره، و وقتی که شما چشم انتظاره یه اتفاق باشید یا مشتاق اینید که یه جوابی از یه فردی بشنوید، میتونید از این استفاده کنید. I'm looking forward to it. من مشتاقانه منتظرش هستم که ببینم اون اتفاق بیفته. منم منتظر اینم که همتون انگلیسی رو روون بتونید صحبت کنید. I'm looking forward to it. I'm looking forward to it. یکی یکی صدا میکنم، میکروفون باز، by default میکروفون بسته. وقتی گفتید دوباره میکروفونتون رو بسته. ممنونم ازتون. اکرم، افسانه، مرجانه، ناهید، شهربانو، حسن. I'm looking forward to it. I'm looking forward to it. Okay. I'm looking forward to it. Okay. I'm looking forward to it. Okay. I'm looking forward to it. To it. I'm looking forward to it. Okay. هری، محمد نبینیا که برف پایین، سلاله، مینا، نسرین، نسیم، سارا زمانی، علی میرزایی. I'm looking forward to it. To it. It. بین ای و ای. Forward to it. Okay. I'm looking forward to it. Okay. خیلی هم خوب. I'm looking forward to it. I'm looking. اوکی. بچه آخر کلاس یه سری از اول جملات رو با هم شادو میکنیم. اصلا نگران نباشید. یه برنامه رو همتون کیف میکنید. ببخشید استاد یه سوال. بعد اگه خواستیم بگیم من مشتاق دیدار شما هستم. خب. I'm eager to see you. For example. مشتاقم که ببینم. I'm eager. E-A-G-E-R. یعنی مشتاقم که ببینم. Eager. I'm eager to see you again. I'm eager to meet you again. دوباره باید ملاقات کنم. مشتاقم که ببینم. اصلا میتونید بگید I'm looking forward to meet you. مشتاقم که ملاقات کنم شما رو. اوکی اینم میتونید. از اینم میتونید استفاده کنید. متشکرم. خواهش میکنم. بچه آخر کلاس هممون با هم یه دور شادو میکنیم جملات رو که آماده بشید برای تمرین دوباره تون که بعدا این ویدیو رو آپلود کردیم دوباره مرور کنید. یکی از دلایلی که با یک کم اختلاف ما این ویدیو رو آپلود میکنیم رو یوتیوب که بتونید ببینید به صورت لایو اینه که شما این زمان رو داشته باشید، به خودتون این زمان رو بدید که بتونید اینها رو مرور کنید. این خیلی مهمه. تو دفترتون بنویسید، مثل پروانه خانم. درست میگم پروانه خانم؟ ایشون تو دفترشون مینویسن، درست دارم میگم؟ بله بله ورس میفرمایید، یادداشت میکنم. بله، شما باید بنویسیدشون. اگه فکر میکنی مثلا اومدی این سر کلاس، این فقط سر کلاس وایسی و اینا بازی کنی بعدش نتیجه میگیری، نه ببخشید نمیتونم به دروغ بگم، باید تمرین کنی، باید زمان بذاری، مثل نیلوفر که زمان میذاره، مثل الناس که زمان میذاره، مثل ابوالفضل که زمان میذاره، مثل شهناز، مثل پروانه خانم که زمان میذارن. اوکی استاد تکرار کنم من؟ بفرمایید. I'm looking forward to meet you. Thank you very much. You are a very kind person. I'm lost. من گم شدم. I'm lost. از پرواز پریدی از ایران رفتی مثلا استانبول سفر کنی، رفتی لباس بخری. استانبول شهر بسیار زیباییه. رفتی استانبول ولی فرودگاهش خیلی بزرگه. I'm lost. دفعه اولت هم از پرواز خارجی میری فرودگاه امام، رفتی فرودگاه امام یه فرودگاه کوچیکه، البته مثل فرودگاه مونترال، از مونترال بزرگتر هرچند.
بلند شدی استانبول اومدی، اوه چقدر بزرگه، یا رفتی دبی یا رفتی قطر یا رفتی هیدرو ایرپورت لندن، وای 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 وای. میگی I'm lost، من گم شدم. یه لحظه به خودت میگی یا به اون پلیسه میگی I'm lost. Lost گذشته lose یعنی از دست دادن، فقدان چیزی. I'm lost، lost حالت گذشته به معنی گم شده ام معنی میده. I'm lost یعنی من گم شده ام در واقع، یعنی خودم رو گم کردم، نه اینکه خودم رو گم کردم از اختیار خودم از دست دادم، نه اینکه گم شدم دیگه، من گم شدم. I'm lost، can you help me؟ I'm lost. اولش ببین چی میخوای بگی. Excuse me، تو فرودگاهی سناریو رو گفتم، تو فرودگاهی Excuse me sir، I'm lost، can you help me؟ سهیلا بگو. I'm lost. خدا قوت. چی گفتم از اون وقت؟ Excuse me sir، I'm lost، can you help me؟ به کی میگی؟ به افسر مثلا اون کسی که مثلا تو فرودگاه داره میچرخه، میگی من گم شدم، راهنمایی میکنم، مثلا میخوام برم فلان گیت. سید گوش کن. Excuse me sir، I'm lost، can you help me؟ سید بگو یاد بگیره. Excuse me sir، I'm lost، can you help me؟ اوکی. داریم جمله رو بزرگتر میکنیم، نه؟ ببخشید من رفتم همزمان داشتم فرانسه‌اش رو، من مونترال زندگی میکنم، رفتم فرانسه‌اش رو بزنم، معذرت میخوام، یه لحظه دست دادم. نه دیگه اونجوری کلا همه چی از دست میدید. الان انگلیسی یاد بگیرید، بعدا زمان دارید برید فرانسه‌اش تبدیل کنید. لیلی، Excuse me sir، I'm lost، can you help me؟ Excuse me sir، I'm lost، can you help me؟ آفرین. شهناز یه چیز دیگه میخوام بگم، به گوشات اعتماد کن نه به چیزی که میبینی. Excuse me ma'am، I'm lost، would you please help me؟ Excuse me man، I'm lost، can you help me؟ آفرین شهناز. ma'am، خانومی که نمیدونی آغاز خانوم، دوشیزه است، دوشیزه نیست، هیچ دسته هیچی نمیدونی، میخوای با احترام بگی خانوم بهش، ma'am. اوکی مام، یا میتونی اصلا خیلی احترام بذاری بهش بگی میس، حالت عمومی جواب میده. میس یعنی خانم، دوشیزه خانم. حالا اگر هم ازدواج کرده به ما ربطی نداره، ما نمیدونیم. Excuse me miss، excuse me officer، یعنی افسر یا کارمند اینجا. مینا صالحی، Excuse me sir، can you help me؟ I think I'm lost. Excuse me sir، I think so، I'm lost، can you help me؟ اوکی. تلفظشو باید رو thinket کار کنی، حالا درست میشه. مرجان فریدی بگو. I'm lost، can you help me؟ I'm lost، can you help me؟ اوکی. الناز بیا بگو. گوش کن. Excuse me ma'am، I'm lost، can you help me؟ اوکی. الناز اینجایی؟ I'm lost، can you help me؟ Okay، how can I help you؟ نیلوفر بگو. Excuse me sir، I'm lost، can you help me؟ Excuse me sir، I'm lost، can you help me؟ ببخشید okay. من تاش گوشیم کار نمی کرد، درست شد. میگم اپل نخر به خاطر ایناست. به خدا من به جاتون جواب دادم، ببخشید. دیدم مکس کرد. خواهش میکنم. بچه جملات رو میخوایم کم کم گیه، چون 12 جلسه با هم اومدیم. اونایی هم که نیومدید برگردید درسای عقب رو کار کنید. اگرم نتونستید جملات بلند رو بگید اشکال نداره، با تمرین درسای گذشته میتونید بهش برسید. خب ابوالفضل بگو. Excuse me ma'am، I'm lost، would you please help me؟ Excuse me ma'am، I'm lost، Would you help me؟ Would you please help me؟ هم درسته، ولی would you please مؤدبانه تر و کامل تر. Would you please help me؟ Would you please help me؟ Of course، how can I help you؟ دوست دارین بچه اینجوری کامل تر کنیم جملات؟ باید این کار بکنیم. عالیه. Okay، I'm neither، بچه جمله طولانی تریه. I'm neither
poor nor rich. Neither nor یک ساختار تو انگلیسی، یعنی نه این نه اون، نه سفید نه سیاه. Neither white nor black. نه سفید نه سیاه. I'm neither poor. من نه فقیرم. Nor rich. نه پول دارم. نه ثروتمندم. سلاله بگه. I'm neither poor nor rich. I'm neither poor nor rich. آفرین به تیهچتون. عالی بود. یاسمن تقویان تازه اومده بگه. I'm neither poor nor rich. اوکی. یاسمن تقویان صدا تو نداری، میکروفون روشن کن، وقتی گفتی قطع کن. اوکی. مونو خدا کرمی بگه I'm neither poor nor rich. I'm neither poor nor rich. آفرین. بچه ریچ نیست دار، ریچ یعنی رسیدن، دستیابی کردن. rich rich. الان براتون کی میگه؟ نیلوفر میگه. نیلوفر بگو I'm neither poor nor rich. I'm neither poor nor rich. آفرین. سید بگه تا یاد بگیر. بگو سید. I'm neither poor nor rich. Neither نه دیگه. Neither. Neither. ببخشید. Neither. بگو. I'm neither poor nor rich. Nor rich. 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 آفرین. الان درست. I'm nobody's slave. بچه ها. Slave یعنی برده. دوران slave نگهداری دیگه تموم شده. slavery یعنی برده داری. I'm nobody، من هیچ کس نیستم. تو فیلم ها دیدین احتمالا. میگه who are you؟ میگه I'm nobody، من هیچ کارم یا هیچ کس نیستم، فرد خاصی نیستم، فقط از اینجا پرت میشدم، داخل این ماجرا نیستم. I'm nobody، من هیچ کس نیستم. حالا I'm nobody's slave، اون آپاستروفی اس برای بیان مالکیت nobody به slave، یعنی slave و nobodyه. Nobody's slave یعنی برده هیچ کسی. من برده هیچ آدمی نیستم، هیچ فردی نیستم. I'm nobody's slave. I'm nobody's slave. یه دونه اسم میشنویم چون دوتاست میچسبه به هم. I'm nobody's slave. Okay. Listen to me. I'm nobody's slave. اینو باید بگینا. Listen to me. I'm nobody's slave. مینا صالحی بگه. Listen to me. I'm nobody's slave. مرجانه بگه. Listen to me. I'm nobody's slave. شایان، شیرین، فرخنده، شهناز. Listen to me. I'm nobody's slave. Nobody's slave. Nobody's slave. Nobody's slave. Okay. Listen to me. I'm 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 nobody's slave. Nobody's slave. Nobody's slave. Okay. Nobody's slave. This is nobody's car. اینو پروانه اینو میخواد بگه. This is nobody's car. این ماشین هیچ کس نیست. این ماشین هیچ کسی نیست. بی صاحب دور از جون. بی صاحب. Nobody's car. Nobody's car. آفرین. اون آپاستروفی اس برای مالکیت. حسن بگه This is nobody's car. This is nobody's car. نسرین پرغلام حسین بگه This is nobody's monitor. مونو بگه This is nobody's car. This is nobody's car. Perfect. I'm nobody's slave. Okay. یه عبارت بچه خیلی پرکاربرد، به خصوص بچه هایی که الان تو کلاسن و تو کانادا و امریکا هستن. I'm not sure. I'm not sure. من مطمئن نیستم. کجاها استفاده میشه؟ مثلا بهت میخواد بگه نه، مستقیم نمیذاره تو کاست بگه No, I can't do it.
خب این یه مقدار روده، یه مقدار خیلی مستقیمه، یه مقدار خیلی دایرکته، خیلی روکه. میگه I'm not sure. اوکی مثلا میگه که ازش آدرس میپرسی، میگی do you know this address، میگه I'm not sure، یعنی مطمئن نیستم، ولی منظورش اینه که نه بلد نیستم. اوکی I'm not sure. هر جا شنید I'm not sure ازش نپرسید what do you mean you're not sure، چون انتظار داری بگه بله یا نه دیگه. بهش نگید I'm not sure تو فرهنگ امریکایی و کانادایی یعنی که نمیدونم، بلد نیستم. اوکی یا نمیخوام مثلا بهت اطلاعات بدم. اوکی I'm not sure. حالا اینجا میگه چی؟ I'm not sure I can do it. یه چیزی از همکار کانادایی یا امریکاییت خواستی؟ میگه چی؟ میگه I'm not sure I can do it. مطمئن نیستم که بتونم انجامش بدم. I'm not sure I can do it. شیرین بگه I'm not sure I can do it. اوکی سهیلا توانگری بگه I'm not sure I can do it. سارینا، افسانه، لیلی، نسرین توسلی به ترتیب بگن، بعد خاموش کنم میکروفون. I am not sure I can do it. Do it. Do it. I'm not sure I can do it. اوکی ببین یه لحظه صبر کن، منظورش اینه که این کارو نمیکنم ها. ببین مفهومش اینه، حالا تو محاوره، تو مکالمه، تو زندگی واقعی، منظورش اینه که این کارو نمیکنم، نمیخوام بکنم. پس میگه I'm not sure I can do it، یعنی برا ممکن نیست. قاعدتا داره میگه این کارو نمیکنم اصلا. I'm not sure I can do it. اوکی I'm not sure I can do it. آفرین بر شما. سید بگه، قدیر، الهام اسماعیلی بگه، حمیده بگه. I'm not sure I can do it. آفرین. I'm not sure I can do it. آفرین. I'm not sure I can do it. آفرین بر شما. I'm not sure I can do it. I'm not sure. I'm not sure. یا I am not sure I can do it. شما تا پرونانسیشن فارسی هم داشته باشید، طرف میفهمه. مشکل خاصی نداریم. آره درست بخوای تلفظ کنی I'm not sure I can do it، مطمئن نیستم بتونم انجامش بدم، یا I'm not sure کاربردش هم گفتم براتون تو جمله قبلی، اینجوری جهشی خوندیم اینجا I'm not sure، مطمئن نیستم. کاربردش تو امریکا و کانادا و بریتانیا این شکلیه که شما طرف میخواد بگه نه، مستقیما نمیگه نه. خب تو فارسی هم همینجوریه دیگه، مثلا از این طرف یه درخواستی داری میگه شرمنده مثلا، ولی اینا شرمنده نیستن از انجام این که درخواست تو رو رد کنه، میگه I'm not sure. میدونی فلان چیز کجاست؟ I'm not sure، مطمئن نیستم، یعنی نمیدونم. اوکی ببخشید not sure خالی هم میشه گفت یا نه؟ not sure شما میتونی بگی، اصلا میتونی سرتو تکون بدی، اونم منظور رو میرسونه، ولی کاملش اینه I'm not sure، یا همون میتونی بگی not sure. اوکی not sure هم استفاده میشه، ولی خب بهتر اینه که درست کاملتر صحبت کنیم دیگه. اوکی I'm not sure یا not sure. not sure یه مقدار همچین فلجه، میدونی همچین دوستش ندارم من، نمیگم فلج کلمه مناسبی نبود، عذرخواهی میکنم، الکنه، میدونی چجوری براتون بگم، همچین انگار نارسه not sure. استفاده میشه ها، شما میتونی هر قاعده ای رو تو مکالمه استفاده کنی چون ریاضی فیزیک نیست، ولی I'm not sure بهتر و کاملتر. I'm on a diet. I'm on a diet. دایت یعنی رژیم غذایی. I'm on a diet. من در رژیم غذایی هم. من رژیم دارم. چرا پیتزا نمیخوری اینقدر؟ Because I'm on a diet. I'm on a diet. نیلوفر بگو، الهام بگه. I'm on a diet. Okay. I'm on a diet. خانوما فقط دستاشون بالا باشه، چون آقایون رژیم نمیگیرن که میخورن، هر چی بذار جلوشون میخورن میره. I'm on a diet. خانوما رژیم میگیرن معمولا بعضیش. I'm on a diet. Okay. I'm on a diet. به ترتیب بگید، برید ببینم میشه. I'm on a diet. دایت دیگه نه. Diet. I'm on a diet. اوکی ماشاءالله خوشتیپ پا. I'm on a diet. حالا که شما you are on a diet. اوکی
خواهش میکنم. I'm on a diet. حالا چون شما you are on a diet، من چی میگم؟ میگم I'm proud of you. من بهتون افتخار میکنم. You اینجا میتونه تو باشه و شما هم باشه. I'm proud of you. I'm proud of you. من بهت افتخار میکنم. Proud تلفظش. I'm proud of you. نسرین پور غلام حسین بگید. دستش همیشه بالاست، خسته شد. I'm proud of you. Proud of you. Proud. Proud. حمیده بگه. شهربانو بگه. منو بگه. I'm proud of you. آفرین. I'm proud of you. Proud نه. Proud. I'm proud of you. شهربانو لطفاً درس‌های قبل رو که گذاشتیم رو یوتیوب بخونید، آرتون رو درست کنید. I'm proud of you. بعدی سید بگه. منو بگه. I'm proud of you. آفرین. I'm proud of you. آفرین. I'm serious. I'm serious. Today I'm not kidding. امروز شوخی نمی کنم. چرا؟ Because I'm serious. من جدیم. Serious. Serious. I'm serious. I'm not kidding. من شوخی نمی کنم. I'm serious. اینی که من گفتم و میگی. I'm not kidding. I'm serious. حمیده گفتی. شهربانو هم گفتی. منو بگو. I'm not kidding. I'm serious. Serious. سلاله بگو. I'm not kidding. I'm serious. سارینا بگه. I'm not kidding. I'm serious. Kidding نه ها. Kidding. Kidding. بین ای و ای. Proud من بله. نسیم پرسیده proud معنی مغرورم میده. Serious نه. Serious نه ها. Serious. Serious معنی مغرور نمیده. Proud معنی مغرور میده. Proud. For example, you can say الهام اسماعیلی is proud. الهام اسماعیلی مغروره مثلا. Okay? I'm serious. من جدیم. I'm not kidding because I'm serious. اینو بگو. I'm not serious. Because I'm kidding. I'm serious. Okay. اکرم جباری بگه. I'm not kidding because I'm serious. I'm not kidding because I'm serious. According to the fact that I'm serious, I'm not kidding. کی میتونه بگه اینو؟ دستا پایین؟ دستا همه پایین؟ اوکی. همه پایین. سب کن بگم اول. گوش کنی؟ آقا. آخ بذار ساقی بگی. According to the fact that I'm serious, I'm not kidding. فاطمه قشرانی بگه. فهمیده بگه. According to the fact that I'm not serious. تلاش I'm serious. Okay. حسن بگه. According to the fact that I'm serious, I'm not kidding. According to the fact I'm not kidding, I am so serious. اونجا سه چارتایی هم جا میندازینا. این درس رو بعدا ببینید تمرین کنید. اوکی حسن جان. اوکی همین. نیلوفر گوش کن. According to the fact that I'm serious, I'm not kidding. According to the fact that I'm serious because I'm not kidding. Because نگفتم ها. اوکی. الناز بگه. اب نداره. بعدا به گوش بده ببین چی گفتی. الناز میگه اینا. According to the fact that I'm serious, I'm not kidding you. According to the fact I'm serious, I'm not kidding. آفرین. ابوالفضل بگه. According to this reality that I'm not serious, I'm not kidding you. چی شد؟ دقیقا سخت شد. یه بار دیگه لطف میکنید بگی. ابوالفضل گیرت آوردم. اوکی بگو. I'm not serious because I'm kidding. I'm serious because I'm not kidding. I'm serious because I'm not kidding. بسیار خوب. سید بگه. سید گوش کن. I'm serious because I'm kidding.
I'm serious because I'm kidding. Because I'm kidding. البته این منطقا درست نیست. من جدی ام چون شوخی میکنم. اوکی. اوکی. مثل آقای همساده دیدین آقای کار آقای طهماسب با بی‌نظیره. ایرج طهماسب بی‌نظیر. آقای همساده میگه له له شدم. شخصیتمو خورد کردن. الان میگه چرا میخندی؟ اوکی. بری بعدی ببینیم چی. آه 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 آه. این به کارتون میاد. اگر میخواید بیاید کانادا، امریکا، اروپا، دوست دختر داری، نامزد داری، هر چی داری، وردار بیار. اینجا پیدا نمی کنی. اونایی که اینجان، forever you have to say I'm single. شیرین بگو. I'm single. واقعا؟ No, I'm married. Married. I'm married. Okay, باشه بابا. ساقی بگو. ساقی بگو. ساقی بگو. I'm single. Single. Yes. حواستون باشه. Okay. بچه حواستون باشه. همسرتون اون اطرافه اینو نگید. شر درست نکنید برای خود. الان ابوالفضل بگو. I'm single. نشنید که خانومه. نه. I'm not single because I'm married. I'm married. Okay. Nilufar bege, I'm not single because I'm married. I'm not single because I'm married. Married. Hala man ye sual miporsam. Are you single or are you happy? Bebakhshid. Are you married or are you happy? Mutaheli ya khoshhali? Are you married or are you single? Nilufar bepors. Are you married or are you happy? Okay. Shayan bepors. Are you married or are you happy? Ya gofti ya, eb nadar, qabule. Pari begu I'm single and I'm happy. I'm single and I'm happy. سینگل نه دیگه سینگل. I'm single and I'm happy. بافرین. I'm happy yes. that you're happy. Thank you so much. شهناز بگه I'm married and I'm happy. I'm married and happy. اوکی. حالا این خیلی استفاده میشه. یعنی ازدواج کردم، خیلی زندگی هم خوبی هم دارم. I'm happily married. I'm happily married. یعنی ازدواج کردم، زندگی خوبی هم دارم. I'm happily married. الهام اسماعیلی بگه. I'm happily married. خدا رو شکر. ساقی دشتیان بگه. I'm single so I'm happy. آبا ببین. سویلا بگه. I'm happily married. اونایی که مجردن، چون یه جمله میخوام بگم که کاربرد داره مجرد است. I'm single and I'm available. Available یعنی در دسترسم. بعد کجا استفاده میشه؟ I'm available یعنی در دسترسم. کلا نیتیوا امریکن امریکایی یا بریتانیایی ببخشید و کانادایی ها استفاده میکنن، یعنی که قصد ازدواج دارم. I'm available. سهیلا بگه I'm single and I'm available. I'm single and I'm available. آفرین به این انگیزه و انرژی. مونو کت خدا کرمه. I'm single but I'm not available. آها این میخواد این قصه ادامه تحصیل داره. معلوم بود اصلا. مرجانه بگه. I'm single and I'm available. اوکی. سید بگه. I'm single and I'm available. I'm available. I'm available. بسیار خوب. کی مونده این زیر؟ این تو این لیست منظورمه. حسن بگه. I'm not single but I'm available. آفرین. این برای کیاس؟ این برای کسی که تو ایران زندگی میکنه ولی بیا اینجا از این خبران نیست. میگه من مجرم متعلم ولی available هم هستم. تجدید فراش میگن تو ایران نه؟ حسن جان خدا رحمتت کنه عزیزم. سیما بگه. این زفت میشه. خانومت میبینه اینو. سیما نجات فرد بگه. I'm single and I am available. آفرین سیما. فرخونده بگه.
شوهرش هم کنارش الان. I'm not single. اوکی. هله هله. سلام برسونید. لیلی بگه. سلام ازش. الان رفی رو نده ماره میادش. خب هرچی دوست داریم بگیم شما. I'm not single. اوکی. خب. بچه ها میخواییم یه دور با هم از اول. این آخریش بود. بذار چک کنم مطمئن شم. اوکی. میخواییم یه بار با هم شادو کنیم. همه صداشون قطع. اوکی. همه صداتون قطع الان. افرا اینجای هنوز؟ افرا رفت. افرا بعدن اینو میبینی. بچه یه بار میخواییم با هم شادو کنیم. من آروم دو بار تکرار میکنم. یه بار با صدای کند. یه بار با صدای نرمال. یعنی با سرعت کند. یه بار با سرعت نرمال. شما هم لطفا با من تکرار کنید. پس چی شد؟ یک دو سه میگم. یه بار کند میگم. یک بار نرمال. با هم شما هم خونه تکرار کنید لطفا. لطفا تکرار کنید. یک دو سه. How old are you? How old are you? حالا اصلا مهم نه محمد جان، فقط برای خودت تکرار میکنی، میکروفونت باز نباشه. بچه ها ممکنه یه جملاتی بگم که اینجا نباشن رو صفحه، بنابراین حواستون به گوشتون باشه، یعنی با گوشتون بشنوید به عنوان ورودی، نه با چشمتون. How old are you? How old are you? تکرار کنید، یادتون نمیره که، تکرار کنید با صدای راست. I'm 22 years old. I'm 22 years old. I'm 22 years old. How was your weekend? How was your weekend? Hurry up. I'm in a hurry. Hurry up. I'm in a hurry. I admire your effort. I admire your effort. Effort یعنی تلاش. من تلاشتو تحسین میکنم که داری انگلیسی یاد میگیری. I admire your effort. Effort. I admire your job. شغلتو کارتو تحسین میکنم. I admire your job. I agree. I agree. I agree. I disagree. I disagree. تکرار میکنی با من دیگه، حتما تکرار کن. تو مغزم تکرار میکنم و تو ذهنم و اینا به درد طرف فامیله بابا اونا میخوره. باید تکرار کنی، عضلات زبانی و دهانی تو تقویت کن. I agree. I agree. I'm at home. I'm at home. I'm at home. میچسبه به هم. I'm at home. I'm at home. I'm back. I'm back. I'm back. I'm broke. I'm broke. I'm broke. I'm busy. I'm busy. She's busy. He's busy. We are busy. We are all busy. همه ما سرمون شلوغه. We are all busy. I'm confused. I'm confused. I'm confused. I'm full. I'm full. I'm getting tired. I'm getting tired. I'm getting bored. I'm getting bored. I'm hungry. I'm hungry. I'm not hungry. I'm not hungry. I'm thirsty. I'm thirsty. I'm not thirsty. I'm not thirsty. I'm not hungry. I'm in a hurry. Hurry up. I'm in a hurry. Hurry up. من عجله دارم. Hurry up. عجله کن. I'm in a hurry. So hurry up. من عجله دارم. بنابراین عجله کن. I'm in a hurry. So hurry up. I'm looking forward to it. I'm looking forward to it. I'm lost.
I'm lost. I'm neither poor nor rich. I'm neither poor nor rich. I'm nobody's slave. I'm nobody's slave. This is nobody's car. I'm nobody. I'm nobody. I'm not sure I can do it. I'm not sure I can do it. I'm not sure. I'm sure. I'm not sure. I'm not sure. I'm not sure. I'm on a diet. I'm on a diet. I'm proud of you. I am proud of you all. به همه تون افتخار میکنم. I'm proud of you. I'm proud of you. I'm proud of me. من به خودم افتخار میکنم که دارم تلاش میکنم انگلیسی یاد بگیرم. وقتمو تلف نکنم تو اینستاگرام or whatever. I'm proud of myself. به خودم افتخار میکنم. حتی میتونید بگید I'm proud of me. I'm proud of myself. به خودم به خود خودم افتخار میکنم. I'm proud of you. I'm serious. I'm serious. I'm kidding because I'm serious. I'm single. I'm single. I'm single. اونایی که مجردن مجرد نیستن بگن I'm married. دردسر نشه حالا برامون. اوکی، میریم برای تمرین دوباره و رفع اشکال. 1000 جمله ضروری اساسی حیاتی انگلیسی جلسه 13 اون بود. 12 جلسه قبلی رو در یوتیوب در قسمت کلاس های آنلاین میتونید ببینید، قطعا میتونید دسترسی داشته باشید. کلاس ها فان، همراهکاری بچه ها رو داره، شما هم میتونید رفع اشکال کنید خودتون رو. جلسات قبلی رو و بعدی رو گفتیم که میتونید اونجا ببینید. موضوع بعدی این است که ما میریم برای تمرین با بچه ها و رفع اشکال. هر کس سوالی داره میتونه بپرسه.